UFC 261 خورخماس ماسفیدال مقابل کامارو عثمان یه شنبه صبح توی شهر جکسونویل ایالت فلوریدا کارت اصلی به وقت ایران ساعت 6:30 صبح یه شنبه شروع میشه به وقت اروپا حالا به وقت سوئد ساعت 4 صبح شروع میشه کارت اصلی یه شنبه صبح و به وقت آمریکا شنبه شب ایسترن uh, تایم ساعت ده شب مین کارد یا کارت اصلی شروع میشه در کل سه تا تایتل فایت هست توی این uh, توی, توی این کارت uh, والنتینا شفچنکو مقابل جسی آندراج والنتینا شفچنکو داره توی, توی این بازی از کمربند فلایویتش دفاع میکنه بعدش ویلی جانگ مقابل روزناما یونس ویلی جانگ داره توی این فایت از کمربند قهرمانی استرا دفاع میکنه که حالا نی وزن میشه به فارسی سترا یعنی نی و کامارو اسمان هم داره از کمربند قهرمانی ولترویتش مقابل خورخ ماسویدال دفاع میکنه خب همونجور که میدونین الان UFC این اولین ایونتیه که با حضور تماشاگرها داره برگزار میشه یعنی سالن پر 15 هزار نفر چون که مثلا دیدیم حالا تو آمریکا بعضی از مسابقات بوکس و این و ور مثلا حتی تو فایت کانر و هم وقتی که تو ابوظبی بود یه تعداد آدم اومده بودن داخل شاید مثلا هزار نفر یه چیز اینجوری ولی الان این بعد از شروع کرونا و اینا الان این اولین باریه که یو اف سی اومده با یه سالن پر یعنی پونزه هزار نفر توی اون سالنی که دارن توی اون شهر جکسون ویل این بازی رو برگزار میکنن تماشاگر هستن این همون سالونیه همون سالون اسمش چی بود وایستار وترانز مموریال آرینا این همون جاییه که بازی جاستین گیچی و تونی فرگوسون برگزار شد چون که اگر اون موقع یادتون باشه مثلا UFC نه تنها UFC همه سازمان های ام دنیا بلاتور UFC همه جا حتی تمام ورزش های دنیا فوتبال بسکتبال وقتی که کرونا شروع شده بود همه جا بسته، همه جا بسته بود و هیچ که اجازه نداشت جایی بازی کنه و اینا بعد یو یکی از اون اولین سازمانایی بود که اومد بازیاشو دوباره شروع کرد و تنها ایالتی که تو آمریکا اومد به UFC اجازه داد بیاد بازیاشو برگزار کنه ادامه بده ولی بدون تماشاگر اون ایالت فلوریدا بود و جکسون شهر جکسون ویل اونجا اولین باری بود که دیگه یو برگشت بعد از چند ماه درست کردن شاید دو ماه سه ماه یه چیز اینجوری اینکه چند ماه خلاصه نبودشون و بعد اومدن اونجا اولین ایونتی که برگزار کردن UFC 249 بود و فایت تونی فرگوسون و جاستین هم صدر کارت بود و خودش کارت خیلی خوبی هم بود ولی الان دوباره برگشتن هم اونجا ایالت فلوریدا دوباره اولین ایالتیه که داره به UFC اجازه میده که با سالن پر برگزار, برگزار کنن بازیاشونو و به احتمال 99.9 درصد 15 هزار نفر اون شب اونجا و با حضور تماشاگرها خیلی بالتره دیگه دیگه اونجوری سوت و کور نیست خیلی ساکت حتی توی این پرس کنفرانس ها و فیس آف همین چند ساعت پیش وقتی که پرس کنفرانس خورخ ماسویدال و کامارو شروع شد دیدین وقتی که خورخه ویدال اومد روسن اسمش رو خوندن اومد روسن همه طرفدار دارا داشتن سرسدار رو میداختن حمایت میکردن ازش کمار و اسمان که اومد بالا مردم شروع کردن هو کشیدن مثلا آدم اینجوری میبینه کی محبوبه کی مثلا محبوب نیست حالا این معنیش این نیست که مثلا حالا خورخه ویدال فایتر بهتریه ولی خب مردم اونجا معلوم بود طرفدار کیان بیشتر یعنی کومورو ما بیچاره اومد روسن همینجوری مردم داشتن هو میکشیدن خودش بیچاره یکم هول شده بود الان توی این چند ماه اخیر اصلا کسی نبود اون بالا بعد حتی مثلا یادتون باشه اگر بخوام خیلی هم به گذشته نگاه کنیم کان مگرگور وقتی میومد روسن با یکی بازی داشت و اینا هر حرفی میزد مردم میخریدن ادیالوارز وقتی که با ادیالوارز روسن نشسته بود ادیالوارز بیچاره هر وقت دهنشو وامیکر مردم هو میکشیدن حالا اون آمریکایی اون ایلندی بعد نشسته بودن تو نیویورک همه داشتن بون ادیالوارز بیچاره هم میکشیدن ببینید تو پرس کنفرانس ها و بسکشی ها و اینا مجانیه دیگه مثل بازی ها نیست وقتی اون شب بازی ها مردم باید پول بدن برن تو ولی مثلا تو پرس کنفرانس ها و وزکشی ها دیگه مثلا خیلی از اونایی که مثلا شب پول نداشته باشن برن بلیت, بلیت بخرن و اینا میرن اونجا خیلی از این مثلا نوجوونا یا اونایی که حالا مثلا شاید نخواهم پول بدن میرن اونجا موقعیت این رو دارن اونجا دارن زندگی میکنن میرن این چیزا رو مجانی میبینن و خیلی سر و صدا رو میندازن دیگه در هر صورت معلوم بود که حالا طرفدارا بیشتر ببینید طرفدارا معمولا آدمایی رو میخوان که چجوری میگن شاید مثلا خیلی بخون ناکوت ببینن خیلی اینجوری مثلا معروف شدن الان مثلا خورخه ماسویدال خیلی میگن بعد از ناکوت بنسکر معروف شد به نظر من همیشه معروف بوده ولی تو اون یه سالی که اومد در انتیلو بنسکرن و ندیاسو زد خیلی معروف تر شد ولی قبل از اون هم همه میشناختنش حالا شاید خیلی از طرفدارا نمیشناختنش طرفدارای حالا اونایی که مثلا از وقتی که کام مگرگو شروع کرد و اینا تو این دوران جدید و اینا ولی اونایی که یه مدت همیشه دنبال کردن میدونن خورخ ماسیدار کیه فایترها که دیگه همه میدونن خورخ ماسیدار کیه ولی خورخ ماسیدار تو همون یه سال اخیری که تو اون سال 2019 وقتی که اومد درنتیل و رو ناکود کرد به نسکرین رو ناکود کرد دیگه از اونجا منفجر شد دیگه دیگه اون موقع همه دیگه میشناسنش طرف دارا بیشتر آدمایی رو میخوان که مثلا میان خیلی فایت های جذاب و دیدنی دارن چون که مثلا خورخه ماسی ها معمولا فایت هاش دیدنی هن. حالا کامارو عثمان هم این چند تا فایت آخرش دیدنی بوده ولی الان وقتی که دفعه آخر با خورخه ماسیدال مبارزه کرد خیلی نمیخوام بگم محتاطانه ولی کامارسما زرنگ دیگه کارش خیلی درسته میگه آقا اگر من استنداپ با خورخه ماسیدا که اینقدر خطرناکه اینقدر استرایکر خطرناکه مبارزه کنم خو امکان داره ناکوت بشم بنابراین باید استرایکینگ اونو خونسا کنم کنترلش کنم که اون نتونه از استرایکینگش استفاده کنه روی اون چیزی که خودش خوبه داره از اون طریق میاد فایتاشو میبره کامارسما همونجوری که دیدین خورخماسیدار چند تا لگد محکم زد اون فایت اولشون یکی از اون لگدار رو گرفت بردش رو زمین رو زمین یکم کنترلش کرد حالا اون بلند شد دوباره و اینا ولی مثلا تا پایان فایت رو بخواید در نظر بگیرین کل فایت بیشتر مثلا کومورسمان تو کلینچ طرف قفس همش داشت رو کنترل می‌کرد ولی خب خیلی از طرفدارا شاید همچین فایتی و سبک فایتیو دوست نداشته باشن دوست مثلا نوکوت ببینن دوست خون ببینن ولی خب یه دلیل دیگه هم که الان شاید خورخه ماسویدال یکی مثل خورخه ماسویدال خیلی محبوبه یا مثلا ندیاز نی نیک و اینا شا خیلی محبوب باشن بین مردم اینه که خورخ ماسویدال هم خیلی صادقانه حرف یعنی وقتی که حرف میزنه ببینید بعضی وقتا میبینین خیلی میان تو ترش تاک و اینا حالا مثلا کانر رو بخوایم حساب کنیم استاد ترش تاک کانره ولی مثلا خیلی وقتا میاد ترش تاک میکنه حریفاشو مسخره میکنه یا ولی مثلا بعد از فایت بعد از دوباره مثلا دوست میشه با اونها یا نمیخوام بگم فیک یا غیر حقیقیه ولی چجوری بگم مثلا وقتی که ندیاز حرف میزنه داره همون چیزی که چی میگم فیلم نیست اون حرفی که داره میزنه صادقانه داره میزنه یا خورخ ماسیدار اون حرفی که داره میزنه صادقانه داره میزنه بعضی وقتا آدم مثلا صحبت بعضیا رو گوش میکنه میبینه اینا شاید من چجوری میگن صادقانه دارن حرفاشونو میزنن با خاطر همینه که خیلی, خیلی وقتا مردم با همچین آدمایی بیشتر حال میکنن بیشتر خوششون میاد دیگه از همچین آدمایی که میان صادقانه حرف میزنن آره دیگه مثلا یادتون باشه وقتی که کانر و نیدیاز داشتن با هم بازی میکردن تو پریس کنفرانس ها کانر همش مسخره میکرد نیدیاز هم تا اون جواباش میدونین چی بود دیگه ولی خب با اونم مردم خیلی حال میکنن دیگه چون که هر حرفی بعد دشمنیشون هم حقیقیه الان مثلا خورخ سیدال تو الان خیلی از الان دشمنیش یه جورایی حقیقیه از لحاظ این که الان خیلی از اسمان شاکیه میگفت آره دیگه کامار اسمان بعد از فایتش مقابل گیلبرت بنز وقتی که ما گیلبرت بنز رو زد میگفت آره این آدم بیستر و پلات خیابونی اسم خودشو گذاشته مسیح خیابونی ایسا خیابونیه الکی که رفته از این اسم رو خودش گذاشته و اینا بعد الان خورخ خیلی شاکیه میگه آخو من کی اسم ایسا خیابونه رو گذاشتم رو خودم مردم این اسم رو گذاشتن چون که شاید موان بلنده یکم ریشام شکل ایسا اینا ولی ولی من هیچ وقت اسم ایسا و نه مسیح خیابونی رو خودم نذاشتم مردم اینجوری دارن به من میگن الان, الان کامارو اسمان اومده به من توهین کرده چون که من خودم مسیحیم من که نمیرم نمیدونم به اسلام و اینا توهین کنم یعنی چون که حالا کاماراسما نیجریه حالا نمیدونم خیلی مسلمان و باشه یا نه ولی خب منظور این که خورخماس میگفت هیچ فایتری نباید بیاد به دین بقیه بیاد توهین کنه اصلا توی ترشتاک ما توی کلکل ما هیچ وقت صحبت از دین و فامیل و اینا نباید بشه و الان کومو از اون مرز خودش گذشته از اون خط قرمز عبور کرده و الان خیلی شاکی دیگه این اینم خب حالا کامور عثمان مطمئنم که اومده یکم حالا شاید فایتو گنده کنه ولی یه فایتری مثل خورخ الان از این چیزا استفاده میکنه چون که نمیخواد دوستانه وارد یه فایت بشه معمولا خورخ وقتی وارد فایت میشه انگار یه چجوری میگن خیلی عصبانی از حریفاش حتی وقتی که مثلا داشت با استیون واندر تامسون بازی میکرد استیون تامسون خیلی خیلی مهربون و اینا حالا تا قبل از فایت چند دفعه اینا هم دیگه رو دیده بودن سعی می‌کرد همش ازش دوری کنه چون که می‌دونست خیلی بچه بالیه نمیخواست مثلا باش دعوا کنه و اینا اون اون حس و احتیاج داره واسه اون شبیه که میخواد بره داخل دعوا کنه و اینا چون نمی‌خواد مثلا مثل یه دوست بره با یکی دعوا کنه خب حالا اگر به خود فایت نگاه کنیم آقا من هر جوری که به این داستان نگاه می‌کنم احساس می‌کنم <تص> کامروس ما باید یه بعد بیاد ببره و تقریبا مثل اون فایت اول همون جوری که فایت اول بود همونجوری هم احساس میکنم شاید فایت دوم بشه چون که اصلا نمیتونم فکرشو بکنم کامار رسمان فقط میخواد اونجا استنداپ مبارزه کنه با خورخ ماسیدال اگر این کارو بکنه که اصلا دل و فوق العاده بالایی داره حالا خود کامور رسمان اومده گفته که میخوام خورخ ماسیدال رو تو این فایت تموم کنم هیچکی کی تو حالا تو یو اس اصلا توی تموم نکرده توی کل دوران حرفه اصلا فقط یه بار یه بار تموم شده توی بلاتور بود اونجا خفه شد از هوش رفت یعنی اونجا تپوینا نکرد از هوش رفت خیلی ها میگن آقا ما چیز نمی کنیم اینا ولی خیلی هاشون مثلا حالا جاستین گیچی من واقعا اون میگه من باید بمیرم که بیام تپ کنم ولی خب وقتی که داشت مقابل مقابل حبیب بازی میکرد اونجا اومد تپ کرد ولی خب مثلا خورخماسفیدال ماسفیدال تا حالا تپ نکرد ناکوت هم نشده و اگر عثمان بیاد و خورخ رو بتونه تموم کنه واقعا یه کار خیلی بزرگی کرده من اینو باید بگم اصلا دیگه باید بهش بگیم یکی از بهترین ویلترویت های UFC همین الان هم شاید خیلی ها بیان مقایسهش کنن که با جورج سمپیر با جی اس حالا جو، جورج سمپیر دوازده تا برده تایتل فایت داره ولی کامارو اسمان فقط چهار تا برد تایتل فایت داره ولی خب مثلا خودش یه حرفی زد کامارو اسمان کمور اسمان میاد میگفت که جورج سمپیر وقتی که من 23 4 سالش بود 24 5 سالش بود سر تایتل مبارزه کرد من نزدیک 30 سالم بود 31 سالم بود من از سر تایتل حتی فکر میکنم بالاتر مبارزه کردم یعنی وقت بیشتری داشت که بیاد این مبارزات ها انجام بده و خود جورج سمپیر هم اینجوری میگفت جورج سمپیر میگفت ببینید فایترهای امروز از فایترهای دیروز بهترن و فایترهای فردا از فایترهای امروز بهترن حالا ورزش MMA هم مثل همه ورزش های دیگه دنیا روز به روز داره بهتر میشه و منظور این که اگر الان کاماروسمان با اون جورج سمپیری که اون موقع تو اوجش بود مبارزه میکرد شاید واسه جورج سمپیر هم حتی میتونه شاید اونم شکست بده در اصل حالا وارد اون بحث نمیشیم الان که کاموروسون اومده رکورد جورج سمپیر رو زده بردهای های پشتره هم توی دسته ولترویت یو تا برد پشت هم داره جورج سن دوازده تا برد پر سره هم داشت و حالا بعد از اون هم لیون ادوارز میاد که هشت تا برد سر هم داره ولی منظور این که اگر شما مثلا فایت های آخر عثمان رو نگاه کنین حالا تا قبل از این که به تایتل برسه مثلا با فایترای مبارزه که حالا مثل دمیان مایا مثل رافائل دو یعنی خیلی از اون فایترا هم شاید چند تا از اون فایترا یا سر تایتل جنگیدن یا خودشون قهرمان بودن یعنی میشه شاید یکم از یه تایتل فایت اینجوری بهشون نگاه کرد و چند هم حتی مین ایونت بودن یعنی همهشون هم پنج راندی بودن خیلی هاشون. و منظور این که ما الان نشون داده که یکی از بهترین ولتر ویت های یو اف سیه اگر بیاد خورخ ماسویدال رو تموم کنه به نظر من یک کار فوق العاده بزرگی انجام داده حالا از یه طرف دیگه اگر خورخ ماسویدال بیاد و بیاد و رو شکست بده اون اصلا منفجر میشه از لحاظ شهرت شما فکرشو بکنین خورخ ماسویدال بیاد کامارو یکی از بهترین ولترویت های تاریخ UFC و بیاد ناکوت کنه و قهرمان بشه مسلما شهرتش صد برابر میشه حالا من گفتم ناکوت چون که من فکر نمی کنم ماسویدال مثلا بتونه بیاد از طریق دسیژن ببره باید بیاد یه جای کامارو اسمان رو ناکوت کنه و گذشتم نشون داده دیگه وقتی که فایت های ماسویدال میکشن به دسیژن معمولا یه جایی باخته حالا همونجوری که گفتم نزدیک 4 5 از فایت باختای خورخه ماسویدال توی یو اف سی که از طریق دسیژن بوده همش اسپلیت بوده همش اسپلیت بوده و یه جای خیلی نزدیک بوده اونم خیلی غیر ممکن نیست یعنی بیاد حالا کامارو رو رو کنه چون اگر یادتون باشه فایت آخر کامارو مقابل گیریت برنز نزدیک بود نوکت بشه کامارو تا اون راند اول حالا خورخ ماسیدال توی کسی مصاحبتش اومده بود گفته بود که اگر من بودم جای گیلبرت پنز اونجا تمومش می‌کردم عثمانو همون فایت اولشون وقتی که بازی تموم شده بود خورخ ماسیدال نشسته بود رو زمین پشتش به قفس دانوایت داشت از کنارش رد می‌شد به دانوایت گفت که آقا 6 هفته به من بده 6 هفته آماده سازی به من بده اینو میام برات می‌زنم یعنی کومور عثمانو حالا ببینیم و تعریف کنیم همون چیزی که من گفتم آقا من هر به این داستان دارم نگاه می‌کنم احساس می‌کنم باید کومور عثمان باید بیاد ببره ولی وقتی که حرفای خورخماس ماسویدال رو میفهمم اصلا آدم یه جوری دودل میشه چون که خورخ ماسویدال هر جوری که داره صحبت میکنه آدم احساس میکنه آقا این چه اعتماد به نفسی داره این وقتی که آدم داره حرفای خورخ ویدال رو گوش میکنه آدم احساس میکنه که آقا شاید بیاد ببره چون که خورخماس میگه آقا من شش روز قبل از این فایت این فایت رو قبول کردم نزدیک ده کیلو تون تو سه چهار روز آخرش اومدم پایین چون که فکرشو بکنین وقتی که 6 روز قبل از این فایدین رو قبول کرد تو آمریکا بود بعد از اون سوار هواپیما شدن پرواز کردن از اون سر دنیا آمریکا, امریکا اومدن این سر دنیا ابوظبی که نزدیک ایرانه حالا نمیدونم چند ساعت تو 24 ساعت 20 ساعت یه مدت طولانی تو هواپیما بعد حالا وارد اونجا شدن رفتن تو قرنطینه مثلا پروازشون فکر کنم مشکل پیدا کرد نه هواپیما میخواست بنزین بزنه وقتی که از آمریکا پرواز کرده بودن رفتن تو نشستن تو کشور ایتالیا شهر روم و اونجا من بنزین زدم موتورشون چیز شده بود اینا منظور این که از آمریکا سوار هواپیما شدن رفتم اونجا حالا هواپیما رفت دوباره نشست دو ایتالیا از اونجا دوباره بلند شدن رفتم اونجا با هزار تا دردسر و اینا وارد ابوظبی شدن اونجا هم یکی دو روز قرنطینه و اینا بعد اونجا وسکشی شروع شد دوغون شد یعنی حالا از لحاظ جسمی و اینا شما فکر فکرشو یکی 10 کیلو به زور اون تا اون ثانیه آخر رسید رو وزن گفت آخه من خیلی به بدنم فشار اومد و ببینین اگر خود فایتم یادتون باشه خورخه ماسویدال توی راند اول تموم شده بود تو اصلا دیگه بعد از راند اول اصلا اینجوری معلوم بود خسته است معلوم بود خسته است و با وجود این ببین کامور عثمان به نفسش معروفه یکی از بهترین کاردیوهای یو اف سی رو داره یکی از بهترین کاردیوها رو داره یعنی همه ی فایت های اخیر اسما خیلی هاشون نود و چند درصدشون بگیم به جز فایتش مقابل گیلبرت بنز که تو راند دوم بود تموم شد اگر اشتباه نکنم و فایتش مقابل کوبی کاوینگتون که تو پنجم تموم شد یعنی شما نزدیک اون 6 هفته فایت آخر رو نگاه کنی همش دسی همش دسیژن پنج راندی پنج راندی پنج راندی ولی منظور این که حالا تو فایتش مقابل خورخه ماسویدال اونم درست 6 روز قبل از فایت قبول کرد ولی اون اصلا خودش کلان نفسش خوبه یعنی اصلا اینجوری نیست که اون 5 روز قبل فایت قبول کرد حال نفسش شخ خراب باشه کومور رسمان میتونست راحت 5 راند بره چون نفسش خوبه خودش خورخ ماسویدال چند دفعه تا اومده گفته که آقا اگر یکی اگر یک به من یه حریفی بدن که 6 روز این فایت رو قبول کرده باشه نمیذارم به هوش از از اکتاگون بره بیرون حتما میذارم ناکوتش میکنم ولی کامورو عثمان شانس اینو داشت که بیاد منو تموم کنه و مثلا بزنه در و داغونم کنه این کار رو انجام نداد اکثریت حالا کارشناسا و حالا چجوری بگیم اون سایت های شرط بندی و نمیدونم خیلی از مردم دنیا احساس میکنن که مثلا کامور شانس برد بیشتر شانس بیشتر با کامورو عثمان یعنی 80 درصد تا 75 درصد تا 80 درصد مردم دنیا شب بگن کوموروسما میاد میبره ولی خب یه ایده هم هستن 25 تا 30 درصد هم شب بیان بگن خورخ ماسویدال میبره به نظر من اصلا چیز غیر ممکنی نیست خورخ ماسویدال هم میتونه بیاد ببره چون که حالا قبلا نشون داده چند نفر اومده بجوی ناکوت کرده حالا اونایی هم که میام میگن خورخ ماس ویدال. فقط با زدن بنسکرن اینجوری معروف شده اینا من احساس ببینین قبل از فایت بنسکرن آدم های خیلی زیادی نبودن که میومدن میگفتن خورخه میاد میبره خیلی ها فکر میکردن بنسکرن میاد میبره خیلی ها باشم جالبیش چیه اصلا بنسکرن از وقتی که وارد یو شده بود به همه گیر داده بود به همه یعنی وارد یو شد همین که تمام اخبار اومد که آقا بنسکرن با دیمیتریس جانسون عوض شده دیمیتریس جانسون رفته وان چمپیونشیپ بناسکن از وان چمپیونشیپ اومده یو اف سی و به محض اینکه این خبر اومد بناسکن رفت تو توییتر به همه داشت گیر میداد به کار گور، به حبیب به هم... نمیدونم به هر کسی که یه وزن بالاتر خودش بود یه وز پایینترش بود هم وزنیاش. میخواست با همه دعوا کنه بعد خیلی و خسته شده بودن از بناسکن خیلی خیلی حرف میزد یعنی تموم فایترها یه جورایی بیشتر فایترها نفرت داشتن یه جورایی ازش حالا یکی از اونها هم خورخه ماسفیدال بود یکی از اونها هم کامارو اسمان بود یا ای اسم گذاشته بود رو کامارو اسمان بهش میگفت مارتی بهش بش, بش میگم مارتی میگفت وقتی که کامارو اسمان کشتی گیر بود و منم کشتی گیر بودم حالا قبل از اینکه وارد ام ام و اینا بشیم همه بهش میگفتن مارتی و اصلا یه جوری بود که کامارو خیلی شوکی بود از بن بعد وقتی که اون شبی که خورخه ماسویدال و بنس اونجا بازی داشتن همه ستاره های یو اف سی اونجا بودن چون که می‌خواستن آقا چی میشه حبیب اونجا بود هنری اه... سعودو اونجا بود اگر یادتون باشه کامارو عثمان اونجا بود همه اونجا بودن و اصلا اومد رکورد زد اومد یه جوری بنس کردن و ناکوت کرد تو سه ثانیه اومد بنس کردن و ناکوت کرد اون دو سه تا مش اضافه ای که زد شد 5 ثانیه تا وقتی که داور رسید شد 5 ثانیه اگر ولش میکرد همون سه ثانیه دیگه سریع ترین رکورد فینیش بود توی یو اف سی ولی خب الان همون پنج ثانیه هم سریع ترین رکورد تو تو یو اف سی و اگر شما برین اونو ببینین جمعیت نشون میدن دیگه الان ویدیوش هم اگر لینکش رو پیدا کنم میزنم زیر همین ویدیو ببینین کامورو رسمان چقدر خوشحال وقتی که خورکا ماس ویدال اومد به نسکرن رو ناکود کرد کف کرده بود یعنی قشن کف کرده بود کامورو رسمان مطمئنم از خورم واسیدار خوشش میاد ولی الان تو این دو تا فایت آخرش دیگه مجبوره چون که خورخه ماسیدا همونجوری که بهتون میگه همیشه دوست داره یه جایی مثلا دشمن باشه با یکی یا احتمال داره یه حرف کوچیکی یکی زده باشه بهش یا مثلا یکی از هم تیمیاش با مثلا اون حریفش مشکل داشته باشه و اینا. اون موقع است که دیگه با آدم گیر میده دیگه الان یکم بینشون مشکل و مطمئنم که ما خیلی جدی میگیره خورخه ماسویدالو همه فایترهای یو اف سی بهش احترام میذارن حالا اونا میدونن خورخه ماسویدال کیه و چون که به این حالا ماسویدال هم یه داستانی داره چون که از 14 15 سالگی تو ها میامی و اینا تو محله های خلاف دیگه مثلا بزرگ شده و اینا بعد با مثلا باباش نزدیک نمیدونم 15 16 17 سال یه چیز اینجوری زندان بوده بابا خورخ البته بابای پدر پدر کامور اسمان هم زندان بوده حالا پدر کامور عثمان و اینا سر چیزای خلاف و اینا فکر نمیکنن بوده سر چیزای مالیاتی و اینا بیچاره رو انداختن شاید چه قانونای آمریکا رو نمیدونسته چون که حالا اونا از کشور نیجریه یه جایی اومدن مهاجر... مهاجرت کردن اومدن آمریکا شاید خیلی از اون خارجیایی که اومدن طرف اومدن تو آمریکا زندگی کنن قوانین همه نه من مالیات و چیزا رو ندونن و خیلی ها مثلا سرشون کلا میره دیگه حالا پدر عثمان اونجوری افتاد زندان ولی حالا پدر مسیدال آقا که خواستم مطمئن بشم گفتم بیام اینجا حتما به شما هم نشون بدم که الکی نگی مزکم جوری در از خودش الکی حرف در میاره اینجا مثلا نوشته 18 سال پدر خورک مسیدال توی زندان بود به خاطر در ترافیکینگ مثلا چیز دیگه مثلا سر مواد مخدر چی میگن سا... واردات و صادرات نمیدونم چه میشه حالا فارسی واردات و صادرات مواد مخدر در صورت منظورم اینه که توی محله های دوتاییشون حالا سخت بوده واسهشون ولی حالا منظورم اینه که خورخ ماسوی مثلا توی محله های بدی بزرگ شده و اینا میرفته تو 14-15 سالگی میرفته تو خیابونا و کوچه خیابونا ها پشت پشت پمپ بنزینا و این حرفا میرفته اونجا سر پول دعوا میکرده بعد یا تو خونه مردم مثلا تو حیاتشون و مثلا چند نفر آدم می اومدن رفیقا این رفیقا اون پول میذاشتن اینجوری نه دکتری نه هیچی بعد اونجا مثلا می اومدن با هم با مردم دوام کرد سر پول و واقعا یه اگر بخوایم به یکی بگیم گنگستر بعد به خورخ ماسیلا بگیم یکی از این اوجی های واقعی یو اف سی یکی از گنگستر ترین فایترهای یو اف سیه حالا در کنار به نظر من حتی طرز صحبت کردنش هم خیلی جذابه بخاطر که خیلی طرفدار داره اینو حالا نید یک دیاز اینا اصلا درست نمیتونن صحبت کنن ولی خیلی از حرکاتشون تو قفس که خیلی جذابه و شاید خیلی زیاد حرف نزنم ولی اون حرفایی که میزنن خیلی باله ولی خب در هر صورت الان مقابل یکی از بهترین ولترویت ویت های تاریخ UFC ببینیم چی میشه آقا ببینیم چی میشه من نمیدونم خدایش کی میره واقعا نمیدونم م... چجوری میگم یعنی مغزم میگه کامورو عثمان 100 درصد میاره. دلم میگه خورخه ماسیار میاد اونجا شو... چون که خورخه ماسیار هم ریسک زیاد میکنه مثلا مثلا مقابل همون فایتش مقابل بنسکرن مثلا فایتش مقابل بنسکرن یوغویی خیلی ها میگن شانسی بود آقا چی شانس بی اصلا گول میزنه حریفاش یه آدم مکاریه تو دوا تو تو فایت و اینا مثلا اینجوری داش میخندید داره الان یواش یواش میام و اینا یوغویی 0 تا 100 یوغویی دویید طرف بنسکرن یه پری زانو بشد بعد بعد از می میگه واقعا اگر من زانو زانون بش نمیخورد یعنی میخواست چیکار کنه میخواست روز زمین روم بخوابه من از کسی که میخواد روم بخوابه 15 دقیقه نمیترسم من از یکی میترسم که میخواد استرایکینگ بزنه تو سر و صورتم صورتمو داغون کنه از یکی که میخواد فقط روم بخوابه نمیترسم با خودم گفتم میرم اونجا این این کارو انجام میدم اگه ناکوتش کردم که ناکوتش کردم اگه ناکوتش نکردم میخواد تا آخر میخواد چیکار کنه ولی منظورم اینه که آدمی که ریسک میکنه امکان داره مثلا یوی اول فایت یه کاری کنه مقابل کامارو همون فایت اولش رو برین نگاه کنین فایت داره شروع میشه این دستش رو قفس اینجوری داره پاش اینجوری میماله اینجوری اصلا انگار دلش میخواد دعوا کنه کامارو اسمان اینجوری آماده این اینجوری قشنگ داره اصلا انگار نه انگار که میخواد اونجا باشه ولی امکان داره یوی 0 تا 100 به دو یوی ای طرف اسمان آدم نمیدونه و واقعا نشونم داده که قدرت نوکود داره وحشتناکه میتونه ولی خب همونجور که گفتم عقلم میگه کامر رسمان دلم میگه خورخ فیدال بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون آمده باشه حالا تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشین اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین سابسکرایب کنین کامنت بدین دمتون گرم مواظب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی خدافز